ببخشید. از آقا بهرام شمایی؟ نه؟ خوش چهره ای؟ معمول لطف دارین شما. لطف که ندارم. اگه زشتم بودی بهت میگفتم. میام خدا کنه از دست بابام ناراحت نشده باشی. آخه یه خورده زیادی رو که. اتفاقا اون اول نگذاشت نه براش پرسید اون چه بالایی بود. تو چی گفتی؟ گفتم اورفئوسه. اورفئوس یه چنگ نواز ماهر بوده که همه رو عاشق صدای سازش میکرد. اون با اورودیکه ازدواج میکنه که بعد یه سری اتفاقاتی اورودیکه میمیره و اورفئوس هم برای اینکه بتونه زنشو برگردونه سفر میکنه به دنیای مرده ها. اونجا همه رو با صدای سازش قانع میکنه که زنش برگرده، ولی به یه شرط. اونم این که تو مسیر برگشت پشت سرش نگاه نکنه، وگرنه برای همیشه زنش نابود میشه. ولی من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد، گفته باشم. منم گفتم میخوام پاکش کنم. اونطوری کمی خرج داره، دست و بالمون که فعلا بسته است. بابام چی گفت؟ چی داری؟ بله. منظورم اینه که از خودت چی داری؟ فعلا هیچی. هیچی؟ گفت یعنی تو یه دل پاک نداری؟ یه عقل سلیم؟ یه کلام گیرا؟ دیگه اینا که ربطی به شرایط اقتصادی مملکت نداره. بابام ها آدم باهوش و دقیقیه. اصلا دست کمش نگیر. فکر کنم درست نباشه آدم در مورد خودش این حرفا رو بزنه. اصلا اعتماد به نفسم که نداری. تو چی داری که انتظار من دخترم بهت بدم؟ فقط سوء سابقه؟ بابا من نمیتونم چیز رو ازش پنهون کنم که. حالا مگه چیز بعدی گفته؟ نه. از نظر من آدمی که یه بار پاشو کج میذاره دیگه درست بشه نیست. راهی برگشت نداره. البته نگار دخترم اینجوری فکر نمیکنه، فکر مالی که تو آدم خوبی شدی، آدم صادقی هستی. منم معمولا رو حرفای نگار حرفی نمیزنم چون بهش اعتماد دارم و تا حالا بهم جواب داده اعتمادی که بهش کردم. اصلا بهت نگفتم. یه ازم پرسید که حاضری مثل اورفئوس به خاطرش تو دنیای مرده هم بری؟ اورفئوس هم گفت آره. آقای بهرام نامجو، نه اینکه مسائل مالی برام مهم نباشه، بالاخره هر کسی تو زندگیش دنبال چیزیه که تو دست بالش نیست. من دنبال آدم پولدار برای دخترم نیستم، من دنبال آدم صادقم، آدم درست کار که کم پیدا میشه. تو میتونی خودتو به من ثابت کنی؟ سعی میکنم. آقا دم شما گرد. قربان شما. دست شما گرد. دوست جان نگاه کنم بفهمت. من یه قهوه فرد علاقه که در خاورمیانه نه تنها یک بلکه دو سه هم میباشد. خدمت شما. بهرام بگو دیگه جونم در اومد. بذار بشینم. خوب گوشونم. گفت که اگه اونقدر جوربازی داشته باشی که بتونی تا 6 ماه دیگه یه خونه حداقل 70 متری برای دخترم بخری، خودت رو ثابت کردی. میخری؟ اگه بتونم. آره. چیکار میکنم؟
ما واسطه بودیم جای یه نفر از در اومد تو یه موبایل تو فیلم موبایل به من نشون داد که زن و بچه‌م بودن، گفتن گروگان گرفتنش. بعدم یه نوشته بود که تو نوشته سلام خواستم باش سلام خواستم باش چی شد اینجا که همیشه سایجه شکه؟ نه قربون شکلت، اصل بلریان و الماسای من اینجا بوده، اونا رو بردم. یعنی همه اینا رو جمع کردی برداشتن؟ بله، یه سری جواهرات ادعا میکنن که بردن، دوربینا رو از کار انداختن. دوربینان از تو کار انداختن یا اینکه مثلا از بیرون کلن سرقت کردن؟ نه، از بیرون قطع کردن. سلام جام سرگود، من سر صحنه سرقت جواب فروشو اصلا فکر کنم از مرکزم خدمتون اطلاع داده بودم. بله، این خیلی کیس خاصیه، دوز حاضر، بوز حاضر و طلا اصلا ممنی کجان. بله، گرفتنش متهمه کسبه گرفتن همسایه‌ها. خب باشه باشه، ببین تو فقط گزارش بچه های صحنه جرم رو بگیر بخون ببینیم کیه کیه. من الان خدا میرسونم اداره. خداحافظ. ببین یه ساعت ما مرخصی گرفتیم. بنده خدا آقای سعادتمند رو دیدی؟ آره، حسابی داغون شد. روغن کی ریخته وسط پاساژ؟ شما چه این پاساژی؟ سلام. میگم شما اینجا بایسته بودی گوشت و گوش داشتیم با چشاتون مو از ماست میکشنیم بیرون، یک پسر گوله خور نیدینش؟ حالا من که درگیر آقای سعادتمند بودم، بنده خدا داشت سکته میکرد، کلا اصلا درگیر اون بودم، چیزی من متوجه نشدم. شما چطو؟ چرا جمع سلام، من دیدمش، از اول جریانم بودم، اومدم فیلم هم داشتم میگرفتم، اون تا دکمه ضبط نزده بودم. بری که دیدی مشخصات ظاهری چی نداشت؟ والا چرا، سیبیل داشت، کچلم بود. سیبیل کچل. سلام. سلام علیکم. سرکار طالبی؟ بله قربان. آقا دستمند چرا دست ایشونه؟ باز کنید. دست بگی بالا. پایز شما آقا. بفرم رو. عجب اوضاعی شده ها، شیدیاک ماسک و کرونا و گرما بود. بله. این برده خانوم من این دو روز پیش گرفت، منم گرفتار کرد. از اون طرف هم خانم آقا شما چرا وایستادی؟ اولا که ایشون برو جرده، بعد من خیلی وقت نهیدمش، نه ترس تشریف بیاریم. بفرم آقا بفرم. بخیر کرونا و این داستان ها دیگر شما بفرم. درستش اینه که شما اینجا بشینی، منم روبرو، چش تو چش، هر وقت خواستی دروغ بگی بکنم مچی تو بگیرم. ولی چیکار کنم که مجبورم این فاصله رو رعایت بکنم. شما هم هر دروغی که خواستی بگی منم گوش کنم. بفهم نه. ولی من هیچ دروغی ندارم به شما بگم. سوء سابقه که نداری، بعد یه عمر زندگی آبرومند چی شد؟ سر پیری معرکه گیری زد به سرت؟ والله من نمیدونم به چی شده. من روز به هر کسی هرچی میمیش که حرف منو باور نمیکنه. آقا من باور میکنم، شما بگو راستشو بگو بفهمید. آقا دقیقا من از ساعت 11:20 دقیقه بردن اینجا، هر کی از سوالی کرده من به جواب دادم، براش تعریف کردم، نوشتم، امضا کردم. شما الان نگوش الان بفهمی ساعت چنده؟ ساعت 2:30 دیره. من میخوام کار شما سریع را بیفته، ما بریم پی زندگیمون. پس یه بار درست حسابی از اول برای من تعریف کن. آقا من اصلا نمیدونم داستان چیه، مثلا رو هم هیچ خبر نداره. نه دیگه آقا، تفره نه، تعریف دیگه. اینگار ما باید برگردیم همون سنت قبلیمون، یعنی چش تو چش. من اینجا میشینم همینجا روبرو شما.
شما هم قشنگ از اول برای من تعریف میکنی. بفرما. جواب سرگرد. من امروز دقیقاً رأس ساعت 11 از مغازه رفیق قدیمی آقای رنج برام تو پاساژ مقدم اومدم بیرون. آیداز گرفتمش. آیداز شما شو روشن مغازه خالی کنید. دزدی میکنید. تو چی حالا؟ وایسا ببینم از اینکه شوخی دارم شما. شما تو پدرم اومدید. آیداز بیا گرفتم. نگیر آقا نگیر. خدا نگهش داری. من این زن و بچه‌مو گروگان گرفته. نشه دیگه خدا ولش نکنید. بر خود دیگه. جمع بشید. نه بابا. چی داری میگی سعادت من؟ با چه کلکی سوار کردی؟ آقا من نفهمیدم گروگانگیریه، دزدیه. هرچی هم قسم آیه خوردم گفتم آقا هیچ خبر نداره من بهش آوردن اینجا. هیچ کم گوشش بده کار نیست. یه ذره هم فکر نمون آدم آبرو داره، حیثیت داره. طلا جواهرا کجاست؟ آقا شما مرغ دیه پا داره. تا زمانی که طلا پیدا نشه. آره. اون بختون زده اصلا طلا جواهر دیگه کار نبوده. اصلا شما هم چیز خبر نداره. با این جواهر فروشه از قبل خصومتی چیزی داشتی؟ نه آقا چه خصومتی؟ مال قدیمه، مال 15 سال پیشه. اخوی من که فوت کرد این مغازه و مغازه بغل دستیش، ما اومدیم دیدیم این جواهر فروشه سنت‌سازی کرده، ما هم شکایت و اینا، نهایت هم دادگاه رأی و به نفعشون داد، ما واگذارش کردیم به خودم. اصلا احتیاجی به این چیزا نداره. من نمیدونم این مردک چی گفته. خیلی خوب جواب سرگون، این مردک این بسات ایوبی رو انداخته برای اینی که از بینوش پول بگیره. شما دو تا چک بهش بزنی خودش مغور میاد. چک بزنیم ها؟ شما به عنوان متهم از صبح تا حالا چک خوردی؟ اگه خوردی چند تا؟ هیچ. ما توقع داری که اون شاکی رو ما چکش کنیم؟ خب من مریضم جواب سر برد. من چیزی گفتم، من معذرت بخوام. آخه این شاکی تو هم آدم حسابی نیست. اون دیگه تشخیصش با ماست. طلاها کجاست؟ اون همدستت پسره کی بود اون؟ آخه مگه من مریضم برم جواهر فروشی رو بزنم؟ بعد همدستم بیاد منو بگیره، بعد فرار کنه، منو بردارم بیارن؟ چون با جواب سر برد نمیخونه، با هیچ عقل سلیمی شما در نمیاد. ما وضعمون بد نیست. اون جواهر فروشی مگه دوربین نداره؟ دوربینای جواهر فروشی و تمام دوربینای بیرون پاساژ رأس ساعت 10:45 دقیقه قطع شد. این آخرین فیلم دوربین جواهر فروشیه. این هم آخرین فیلم دوربینای بیرون پاساژ که رأس همون ساعت قطع میشه. این فرش فروشی دوربین نداره؟ دوربینای اونجا دقیقاً دیروز خراب شده. مغازه ی آقایی به اسم رنجبران. آقا من خودم تا دم در بدرقش کردم. درست ساعت 11 بود. از کجا میدونی ساعت 11 بوده؟ آخه شما آقای زبیری رو نمیشناسید. ما الان 15 سال هر هفته صبح دوشنبه اینجا قرار داریم. عین این 15 سال خدا شاهد دروغم نمیگم. درست ساعت 9 میاد اینجا، ساعت 11 هم میره. همیشه هم همینجوری بوده. به قول آدمای امروزی آدم آین تایمیه. شما مطمئنی که ساعت دستکاری نشده؟ بله. یعنی چی؟ یعنی که شما مدیر پاساژ هم هستین دیگه. بله. رأس ساعت 10:40 دوربینای بیرون و پاساژ قطع شده. بعدش هم دوربینای جواهر فروشی. از دیروز هم که دوربینای اینجا قطع شده. یعنی یه ریزه براتون عجیب نیست؟ بله دوربین ما که آخری گره. این دروغ تحویل من ندید. شما خودت میتونی شریک جرم باشی. آقا یعنی چی؟ چرا؟ شما مسئول دوربینه پاساژ هم هستی دیگه نه؟ بله هستم. گیت سنتر دوربینتون کجاست؟ طبقه دوم بغل کافی شاپ. کل دوربینه اینجا ضبط میشه ها؟ فقط بیرون پاساژ، داخل مغازه دست خودشونه. بعد کلید اینجا دست کیا هست؟ دست من و آقا رنجبران. شما معمولا کلید تو کجا میذاری؟ تو جیب کتم، آویزونش میکنم همیشه. از دیرو تا الان که دوربینا قطع. منطقی درست. ولی فیلم ها قبلش که داری که آقا؟ بله. شاید. بله یا شاید؟ بله فیلم ها هست. پس شما یه کاری میکنی. برای که اتهام از رو خودت ورداشته بشه، میری فیلم ها رو از یه موی پیش به یه طرف نگاه میکنی. هر کی به هر دلیل دستش که تو جیب شما حتی برای نخود چیکش میشه.
فیلمش برمیداری برای ما بیاری؟ بله، چشم بفهم شما من دیگه کاری بفهم. یه احوال بیمه نبوده؟ شما کارشناس های بیمه رو نمیشنسی جناب سرگو؟ رست آدم رو میکشن، خون نمیدن که. این دوربین هم قوز بالا قوز. خیلی خوب، خیلی خوب برادر من. شما الان بگید داستان این سرقت چی بوده؟ یه ویدیو تو موبایلشون نشونم دادم. تو رو خدا هر کاری که میگن بکن، وگرنه میمیریم. تو رو خدا هر کاری که میگن بکن، وگرنه میمیریم. مشخصا ادیت شده، رفلکس نور رو پرده سبز رو میبینیم. جسارتا خیلی آماتوریه. آره، ولی اونقدی بوده که ایشونو گول بزنه. خیلی استرس داشتم جناب سرگرد. حالا تو عمرم اینقدر نترسیده بودم. تماس گرفتم با خانومم، دیدم گوشی روی میز داره زنگ میخوره. نگاه کردم دیدم موبایل زنمه. کپ کرده بودم دیگه. یعنی همین گوشی دیگه؟ بله همین بود. مخی این دست دوست چکا میکرده؟ گفتم که خانومم گفت یه ساعت قبلش توی پارک از تو کیفش دزدیده بودم. البته نفهمیده بوده. احتمالاً اون خط رو داشته رئیس. بعد یه سری کارا کرده. زنگ زدن ایشون هم شده حکم یه اوکی واسه هکر که اجازه راهیابی به سیستم رو بهش بده. اونم درجا وارد سیستم شده، دوربینا رو قطع کرد. اینا رو الان از خودت دروردی؟ نه جناب سرگرد، درسش رو خوندم. خانمتون خطش رو نسوزونده بود؟ چرا؟ همین یه ساعت پیش رفته سوزونده. خیلی خوب، حالا شما اصل قضیه رو تعریف کن. والا ما قبل از ظهر نشسته بودیم تو مغازه که این منوچهر خیر ندیده با ماسک و تشکیلات وارد شد. من اصلا اولش نشناختمش. چطور نشناختی؟ آخه هم ماسک زده بود، هم عینک تیره، هم کلا. جناب سرگرد، من خانومم هم اینجوری تو خیابون ببینم نمیشناسم. یعنی قد، قامت، هیکل اینا؟ خب آخه من فکر نمی کردم اون باشه. هر دفعه بود یه بهانه درست کنی، من نمیشناسی تو. ببین مالمو که بردی، اقلا به زن بچه‌م کاری نداشتم. اون مال چی داره میگی تو؟ ای بابا دیوانه شدی؟ چیزی خوردی تو؟ چی خوردی؟ چی شد آقا سالم؟ یه لیوان آب به من بده. شما چه نمیدونی؟ چی فرستاده اینجا اصلا؟ همینجوری شروع کرد. دست درد کن. صبر کن الان به همه تو ثابت بکنم. صبر کن. الو، سلام بابا، خوبی؟ حالت خوبه؟ کجایی؟ مامانه چی؟ از مامانه خبر داری؟ خب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خوب شد؟ این دوباره چه کلکی رو سوار کرده بودی؟ کلک چیه؟ کلک دیگه عزیزم، افری بابا نکن، کجا؟ سر تو انداختی پایین داری میری؟ از کیف کو؟ خیلی خوب، این با کیف آب شده بود رفته بود تو زمین. اون طرف رو میشناختیم؟ به سر قول شماغه. نخه اصلا ندیده بودمش. صورتش چی؟ قیافش گیارته؟ نه والا دقت نکردم. باید دقت میکردی دیگه. اگه کیف اون برده باشه به نفعته که یادت بیاد. شما چه آدم دقیقی هستی، درسته؟ کاراتون برنامه خاصی داره؟ چطور؟ ببینید سوال من چطور نداره. جواب من یا بله است یا نه. بله بفهمید. خیلی خوب، حالا من میپرسم چطور؟ چطور که خب من آدمی هستم که از بدقولی بدم میاد. جایی که میرم، کارهایی که میکنم، منش برنامه ریزی داره دقیقه. این صدای دختر من ها؟ شون کنیم بیان اینجا. نمیشه خانم. وسط جلسه هستن. نمیشه بفرمایید. لطفا صداشون کنی خودشون بیان. آقا چه خبره اینجا؟ جناب سرگرد، این خانم اومده شما رو ببینه، حرفمون رو گوش نمیده هر چی میگه. جناب سرگرد، پدر منو برای چی بازداشت کردی؟ پدرتون کیه؟ منوچهر زبیحی. آها، پدرتون به اتهام سرقت بازداشت هستن. بفرمایید ایشون راهنمایی کنید. جناب سرگرد، پدر من آدم با آبرویه. حتماً هم همینطوره. عرضم که چیزی ثابت نشده که. بفرمایید شما. من سند آوردم. سند دادسرا خانم، عرض کردم بفرمایید الان. جناب سرگو، بابای من وسواس داره. تو بازداشت دیوونه میشه. فقط بزنین یه دقیقه من ببینمش. نمیشه خانم، عرض کردم دیگه. بفرمایید. لباسای فرداشو آوردم. تو رو خدا بدین بپوشه. چی؟
با این عادت داره هر روز یه لباس بپوشه، وگرنه اصلا اعصابش میریزه به هم. مگه مهمونیه؟ شما چی نگو؟ یعنی هر روز هفته ایشون یه دست لباس بپوشه؟ بله. یعنی امروز که دوشنبه است لباس تنشونه، هفته آینده دوشنبه هم باز همین میپوشن؟ بله دقیقا. خیلی خوب، شما این لباس رو هم بده، دلتون راحت باشه، رسیدگی میکنی. بفهم شما، بانم شو کنی. بفهم. حقایق رو میذاریم کنار هم دیگه. زبی وارد مغازه میشه، چهرهش هم تقریبا قابل شناسایی نیست، اما لباسش همون لباس دوشنبه هاشه. با یه فیلم تقلبی جواهراتو میزنه و همون لحظه هم دوربینا از کار میفتن. جناب سرگرد همچنان همه چیز جنایی میبینید. به محضی که از مغازه میاد بیرون یه جوانک قلچماقی میگیرتش که در نهایت اون جوانک با جواهرات گم و گور میشه. اگه زبیهی جور این سرقت رو طراحی کرده باشه که همون لحظه دوربینا از کار بیفتن، یعنی چی؟ یعنی بیرون یه همدست داشته. خب که مشخصا هم منطقی نیست ما بگیم که اون جوونکه همدستش بوده باشه. بس این از کجا اومده؟ خب شاید اتفاقی اونجا بوده. شاید هم شاهد این سرقت بوده که حالا شده شاه دوست. حالا چرا این هم پرسته از سرگاه؟ اونجا مرز کافی گل شما بوده؟ این تو مثل چمدون بزن زیر رقل شما بود؟ بذاره بده توی گزارش اهالی پاسخ هم آمده که هیچ کس هیچ چیزی تو دست زبیهی ندیده. این یعنی چی؟ یعنی که اینا با همدیگه اصلا همخونی نداره. حالا ما فرض رو بر این بگیریم که مثلا یه نفر که اصلا از این زبیه خوشش نمیومده، باهاش مشکل داشته، ولی از اخلاق و رفتارها و اساسش هم با خبر بوده، میاد چیکار میکنه؟ لباسای روز دوشنبه اینو تقلید میکنه، تنش میکنه. رأس ساعت 10:40 دقیقه وارد مغازه میشه، 11 هم کارشو میکنه میره. تو همین بینم هم زبیه از مغازه بغلی میاد بیرون. اون وقت یارو کیه؟ کی میشه؟ دوست همین دزده. صحنه رو یه جوری شلوغش میکنه تا دزد اصلی فرار بکنه. بعد زبیه میمونه و پوزش. آفرین. دزدی نکرده. عجب فانتزیه. ولی با ماهیت دزدی اصلی هم خونی داره. این فلایی کجا سست نیم؟ هم نداره. قربانش میزن. جناب سروان. جونو. خسته نباشین. سانجو سام. رفیقم آقا محسنه، مثل اینکه طرف رو میشنسه. شما تا حالا کجا بودی؟ من 2 ساعت دارم گز میکنم توی پاساژو. کار داشتم جناب سروان، رفتم جایی. برگشتم دیدم پلیسا اومدن، شما وایت اینا. اینا رو ولش کن. یارو کیه؟ سیروس پرس بود. سیروس پرس. میشناسمش. تنها بود یا کسی بود؟ تا جایی که من دیدم تنها بود. خودش بود فقط. ای تو هم باشگاهی؟ دانیال، پاتوق دانیال. دانیال. پس شما درد نکنه. تو میگی که اینا کارشون حرفه‌ای نبوده. از طرف دیگه اتفاقا باید گفتی که خیلی هم حرفه‌ای بودن. ببین دزدای غیر حرفه‌ای میاد چیکار میکنن؟ از زور و اسلحه استفاده میکنن. در صورتی که اونایی که خیلی کارشون حرفه‌ایه، وسیله اصلیشون چیه؟ عقله. کسی که اون همه دوربین رو تو پاساژ از کار انداخته، یعنی مسلط به کامپیوتر بوده، پس از چی استفاده کرده؟ عقلش. پس این گزینه برای ما کنار رفت. اینا هاش رئیس پیدا کردم. کیو؟ منوچهر زبیهی، متولد 1327، فرزند اکبر. اینم شماره شناسنامش. خب به غیر از پرونده مغازش توی یه پرونده دیگه هم شاکی بوده. ظاهرا دزدی ویلا، 2-3 روز بعدم رفته شکایتشو پس گرفته. نوشته متشاکی آقای بهروز صلحی مقدم، متولد 1335. آدرس اینو داری؟ رودک اون برا. سلام آخ سیروس پرس. بس اتون فلایی با عش. این طرف ها کجایی چیکار میکنی این روزا؟ مکره تمام نیست کاکو نیست مهش کن کارا چیه؟ بایسو بینه. Thank you.
شاید شاید چی؟ ای عجب بی وجدانایی بودن. ما یه مصاحبه داریم واسه تلویزیون، می‌خواستم ببینم که اگر وقت دارید یه چند لحظه در خدمتتون باشم. باشه. مرسی، بفرمایید. آقا پسر گل. در رابطه با چی هست اون وقت؟ در مورد ویروس کرونا و رعایت پروتکل بهداشتیه. بفرمایید خانم، لطفا شما اینجا بشینین. مرسی. اجازه بدید من شالتون رو درست کنم. چی باید بگم؟ الان بهتون میگم. آماده؟ بله. خب خانم لطفاً یک بار از این متن ما بخونید. مشخصه؟ ما کرونا رو شکست میدیم. فقط اگه از زدن ماسک و رعایت فاصله ایمنی غافل نشیم. ای همشهری، تو رو خدا هر کاری که میگم بکن، وگرنه میمیریم. لطفاً ماسکتون رو بردارین. تو حستون استراب بیشتری داشته باشین که باورپذیرتر باشه. اوکیه؟ بله. میخوان کیفتون رو بدیم به من که راحت تر باشی. باشه. خب آماده این؟ بله. 3 2 1 حرکت. ما کرونا رو شکستیم. فقط اگه از زدن ماسک و رعایت فاصله ایمنی غافل نشیم. ای همشهری، تو خدا هر کاری که میگم بکن، وگرنه میمیریم. قسمت دومو میتونیم با استراب بیشتری بگیم. تو رو خدا هر کاری که میگن بکن، وگرنه میمیری. خوب بود؟ تو رو خدا هر کاری که میگن بکن، وگرنه میمیری. آفرین، عالی بود، مرسی. شما یادتون نمیاد که اینا چه شکلی بودن؟ ماسک داشتن، از این ماسکای بهداشتی. ماسکو که الان همه دارن. نه، چیز دیگه‌ای که تو ذهن شما بمونه، یه علامت مشخص. به فرض مثلا چاق باشن خیلی، لاغر، قد بلند، کوتاه. خیلی عالی بود. آره، به نظر منم واقعا خوب بود. لطف کردی. دست شما در نکنه، زحمت کشیدی. ممنونم. چرا فکر کنم یکیشون موهای فرفری داشت با یه چسب زخم که اینجاش فکر میکنم بود. آقا اصلا ما هیچ کردیم، فقط شما ما رو بگیری بیاری اینجا. بی خودی بی جهت. به مولا تفهیم انتقام هم کنیم برمیخوره. جواهرات کجا گذاشتی؟ جواهر؟ جواهر نه، جواهرات. ای خیال آقا، مثلا من این حرفا میخورم؟ پاساژ مقدم دم زوری نمیخوری نه؟ آها، اون یارو حتما ازم شکایت کرده که من جواهراشو بردم. آره؟ عجب آدمایی هن. کیفو کجا؟ کیف چی آقا؟ به مرگ مادرم اگه خبر داشته باشم. اون معرکه چی بود رو انداخته بودی اونجا؟ آقا یه بچه سوسوله از این ملک به بالا اومد به ما گفت یارو رو میخوایم اسکلش کنیم، ازش فیلم بگیریم. هم مغازه که اومد بیرون صفت بگیرش داد بزن دوست. همین کدوم مغازه؟ همون فرش فروشی دیگه. فرش فروشی یا جواهر فروشی؟ ای بابا، شما تا این جواهر رو نشست فونی ما میخیال نمیشی یا فرش فروشی بود آقا. آقا سلام داشت. خدا حافظ. بابا اومد بیرون بگیرش، ملت جمع میشه، ما ازت فیلم میگیریم میذاریم توی اینستا، 800,000 تا لایک میخوره. 500 تومن هم به ما شیتیل داد. ناموسن شما آمدی نمیکردی؟ پس برای چی در رفتی؟ گفت یارو بی جنبه از زرتی زنگ میزنه مأمور میاد واسه چر میشه. ما هم در رفتیم. چیکار میکنی؟ وای میسادین. وقت ما اومدم دنبالت بهش فرار کردی؟ عجبا، ما که کف دستمون رو بو نکرده بودیم جام سروان. زوری یکی از این بچه محلا زرزر کرد، ما هم زنیم چکلگدیش کردیم. به جون همین ستون فلاحی که از خوباس بم دنیاش نباشه، گفتم حتما اون ازم شکایت کرده. آقا ما فقط نازش کردیم. رستم کوچیکه ولی دستم سنگینه، تقصیر خودم که نیست. پولمونم که نداشیم دیگه‌شو بدیم که. گفتیم ما بریم تو. البته زندون با بیرون اصلا فرق نمی‌کنه. خونه دوممونه. واسه خود طلب بد می‌شد. ببین چرت و پرت تحویل من نده. اون یارو چه ریخی بود؟ کی؟ همون که چکلاگلش کردم؟ لا 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 لا. اونی که ازش پول گرفتی، اون چه ریختی بود؟ آها، اون از همین ماکسا داشت. یه فوج آدم تو این شهر ریختن، همشون هم ماسک زدن. هیچ کس هم تعجب نمیکنه. مسخره نیست؟ آقا قصه تازه‌ای که نیست. یه عمر مردم رو صورتش ماکس زدن. حالا نمیخواد فیلسوف بشی. میگم اون یارو چه ریختی بود. گفتم که ماکسش دیگه. ای بابا. آقا ببین،
منم ماکس دارم. الان معلومه چه شکلیم؟ آها از این نظر آها این بچه سوسولا بود که موهاش هم اینجوری پف کرده بود، لونه کلاقی درست کرده بود، ولی یه چسب زخم هم رو صورتش بود. چی بود؟ یه چسب زخم هم اینجاش داشت. این هم چه میگه زبیه از تو فرشوروشی اومده بیرون؟ جناب سرگردید دریوری میگه بود چک روزش. یه هفته است از ماجرای فیلم برداری داری میگذره. بگو خب. خب آقا یه چسب چند روز باید روی زخممونه تا خوب بشه؟ ده روز؟ یه زخم شمشیره. من جوری میگم نمیدونم، یک هفته فوقش یه هفته بعد خوب میشه دیگه. زخم شمشیر هم خورده باشه هم یه هفته خوب میشه، مگر اینکه بخواد زیر این چسبه یه چیزی دیگه رو پنهان کرده باشه، مثلا یه خالکوبی، ماه گرفتگی، خالی، چیزی. ببین از ساجدپور آدرس دقیق این رودک رو بگیر. اما این بکن بابا باشه. چشم چشم الان همه چی بر علیه توه، اما چون سابقه نداری آدم خوشنامی هستی دلم خود حرفاتو باور کنم. خیلی ممنون، خدا خیرتون بده. دشمن داری؟ دشمن؟ خیلی از این مردک جواهر فروشه فکر نکنم. اتفاقا فکر کن، این آقای صلح مقدم بهروز برای چی ازش شکایت کرده بودی؟ بهروز؟ مال 3 سال پیشه. فکر میکردم ازم دزدی میکنه، بعد دیدم اشتباه میکنه. چطور؟ کار خانم سابقم بود، با دخترم میرفتم تو ویلا یه چیزه اونجا برمیش. آقای خانمم معتاد بود. آها از خانمتون معتاد بوده؟ بله، البته اون موقع خانمم نبود، یه چند سال بود که از هم جدا شده بودیم، دخترم هم بچه سال بود، 10-12 سالش بیشتر نبود. الان کجاستین خانمتون؟ 1 سال پیش عمرش داد به شما. که اینطور، اون وقت برای چی بعد از یه هفته شکایت از این آقای صلح مقدم ویلاتو بهش فروختی؟ بهروز سرایدارم بود، اشتباه اومد زده بودم، خواستم ازش عذرخواهی کنم، یه قیمتی که اون میتونست بخره یه جوری باهاش معامله کردم که در واقع بخشیدم بهش دیگه. از این کارا زیاد میکنی؟ بعد یه جوری ازش دلجویی میکردم دیگه. دلجویی عجیبیه، حالا هم عجیب هم خیلی هم گرون. بگو این جواهر فروش و این فرش فروش جفتشون رو زیر نظر داشته باشم، تماساشون رو کجا میرن میان؟ چشم چشم. آدرس این رودک رو گرفتی؟ من بریم همونش بسیم. این کیه؟ نمیدونم. این ممکنه خودش باشه؟ شاید. این بخواه بزن برش، بزن بزن. سلام علیکم. بله، کاری داشتیم؟ سرگود خلی هستم از اداره آگاهی. بفهمید امرتون. آقای صلح مقدم رو میخواستم ببینم. خودم هم طوری شده؟ نه چند تا سوال داشتم. من یه خرید دارم از این مغازه، میتونم میرسونم بهتون. بفهمید. آقا زبیه یه آدم خاصیه، یه کاره میکنه که خیلی عجیب، یه غرور خاصی داره، چطور بگم؟ آره میدونم، متوجهم. هر کل آدم خوبیه، اگه اون موقع این ویلا رو با اون قیمت بهم نمیداد الان هیچی نداشتم. شما سوء سابقه داری؟ بله متاسفانه، 12 سال پیش رو نداری یه خریتی کردم مونده رو پیشونی، زدم تو کار مواد و اینا، الان هم مثل سگ پشین. اینجاست این مغازه، میتونم خریدم بکنم برگردم؟ آره حتما. بفهم.
ممنون، ببخش. تو بازداشت بودم که اومدن گفتن فهمیدن کار کی بوده و عذرخواهی و اینا. شما نپرسین کار کی بوده؟ نه راستش آقا زبی ولی نعمت ما بودن، حق داشتن گردن. چیزی نگفتن، ما چیزی نپرسیم، شکایت هم نکردیم راستش. خیلی ممنون. میگم آقا زبی طوری شده؟ خدا حافظ شما. خدا حافظ. چه خبرتون اینجا رو گذاشتین رو سرتون؟ باشین جمع کنیم بنده بستتو، چی گندی داری اینجا؟ حالا مگه اینا جمع میشه؟ خیلی خب، حالا چه خبرته؟ داداش ما خفن ترین سرقت خاورمیانه رو داشتیم و دیگه جمع کردن این آشغال کاری نداره. حرف نزن بابا، پلیس اومده بودم ده. چی گفتی؟ جدی میگی؟ آره، اومده بودن آمار ذبیحی رو میگرفتن. منم یه جوری پیچوندمش. حالا چیکار باید بکنه؟ فعلا هیچ. بعیدم میدونم شک باشم، ولی خیلی باید حواسمون جمع کنه. یا الله سلام. یا الله بله خانم قشنگم چطوره؟ آقای نامجو شما رفتید یک ساعته بره تو برگرده، چهار ساعته که طولش داره. هرچی هم زنگتون بزنم یا گوشیتون رو جواب نمیده یا خاموشه. شرمنده به خدا، از آقایی مادم بیرون یادم رو فوشان کنم موبایلم. آقایی بره چی چطور شده؟ چیزی نشده بابا، یکی از دوستامون رو سر یه کار نکرده گرفته بودم، ما اسیر شدیم. ایشالله که خیره. ایشالله. قشنگم، من لباسامو عوض کنم. ایشالله که خیره. بهرام، این ویدیو رو که برات فرستادم نگاه کن، باید بریم آقای پیش سرگون. نگه دار به خود بزن اقا. اینی که خورد زمین کی بود؟ رئیس احتمالاً حمزاد ذبیحی. دیدیم پس کار بابای من نبوده، آزاده دیگه. ساجد پور. بله. این ویدیو رو کپی کن، گوشی رو بدی خدمت خانم. چشم. شما بفرم. بابای منو کی آزاد بکنی جناب فرگو؟ نگران نباشیم، به زودی. بابا شما یه جوانی رو میشناسی که موهای فری داشته باشه، لاغر اندام، با قد متوسط، یه چیزی شبیه مثلا به ماه گرفتگی خالی خالکوبی رو شقیقش باشه؟ چطور؟ میشناسی؟ خواستگار دخترم بهرام. من زیاد نمیشناسمش، ولی خب دخترمش اعتماد داره. من زمانی که تو قرنطینه بودم یکی دو ساعتی تصویری با هم دیگه حرف زدیم. به این موضوع مربوط میشه؟ بلا نمیتونم چیزی بگم. جام سرگون، من میتونم یه زنگیر دخترم بزنم و جمعی موضوع چی بهش نگیم. باشه. خیلی من بله حکم بازرسی برای چی؟ آقای بهرام نامجو؟ بله خودم هستم. چون بازداشت درو بهش رسید. این که خدمت شما باشه، فقط باشه یه لحظه با تون صحبت کنم. در چه مورد؟ عرض میکنم. نگار جان، وظیفه رو بهرام نبوده؟ چیزی بهت نگفته؟
نه به خدا بابا، کار اون نیست، فقط به خاطر سابقهش بهش شک کردن، وگرنه پرستار مادرش گفت اصلا موقع دوزی بهرام خونه بوده. الو سلام نیبار، خوبی؟ ببین فقط گوش کنی دارم به چی میگم. پلیس ما داره منو میبره، هرچند زنگ میزنم پرستار مادرم جواب نمیده. تو میتونی زحمت بکشی بیای پیشش بمونی؟ آره ببین فقط سریع و منتظرم. خداحافظ. آقا اجازه ما میفرمایید؟ جناب سرو من که خدمتتون عرض کردم تو این خونه هیچی نیست. فقط میرین تو اتاق مادرمو نگران میکنی. من که نمیتونم اتاق رو نگردم. خواهش میکنم. مریض مادر چی است؟ از قدیم دیابت نوع یک داشت سخت راه میرفت. شش ماه پیشم سکته مغزی کرده تکلمش من اساس شده. خیلی خوب. دست شما درد نکنه. والا معمول از زمانایی که خودشون خونه هستن از مادرشون مراقبت میکنن. ماخ برای چی شما رو صدا زدن؟ اول خب فکر کردم یا باکیشونه. چی؟ یعنی فکر کردم مریض احوالن. بعد به من گفتن که یکی کار مهم تو خونه دارن و بعد شیشتون حواسشون به کارهای خودشون باشه. رفتن تو اتاق و دیم در نیومدن. فقط صداشون رو میفهمیدم. با کسی هم حرف میزد اونجا؟ نه فقط صدای بازی میومد از تو اتاق. بازی؟ بردم و باختم و سوختم و این. بله تقریبا ایول و همینو مخواستم و اینجور گفا بود. خب چی شد آقا؟ آقای شماره چهار است. مطمئنی شما؟ آره گمونم. میگم میشه بگین یه خورده حرف بزنه؟ شماره چهار یه چیزی بگو، یه حرفی بزن. چی بگم؟ مثلا بگو این فرشای 300 شونه تو چنده؟ این فرشای 300 شونه چند؟ این فرشای 300 شونه چند؟ چه سر با خودشه، خودشه. خب چند؟ آقا الان اونا ما رو نمی‌بینن؟ اول فضی حال گوسفندی دارم که نشون نه چلو نیسان. آقا اون برای نگاه کن، هیچ کدوم از اینا نبودن؟ آجی اینا رو گله کجا آوردین؟ مزه نریز بینم، کدومشونه؟ هیچ کدوم. درست نگاه بندبین کدومشونه. نگاه کردم دیگه، هیچ کدوم. همشون فیکن، فقط این چسبه نباید اون ور باشه، ولی این ور صورتشون باشه. ببرین بزک کنین دوباره بیارین. بفهمی برو. من یه حرف بری زدم، من بسه بودیم دیگه حالا. بیاد میگم آجی بسه باشی برو بیرون. آقا چونه داداش چیزی بری گفتم؟ میخوام خودم روشن شم. آقا داد نزن برو بیرون. آقا ماما مهربون باشه ذره. نمیدونم، یعنی هیچ کدوم از اینا نبودن؟ فکر نکنم، نمیدونم. جایی چسب شی؟ اون درسته؟ نه اون بره صورتش بود. شما مطمئن هستی؟ از حکشون کردی و یه سالم زندان. بله متردم عمدن جا گذاشتم چون میخواستم بهشون بفهمونم سیستم امنیتی سایتشون باگ داره. میدونی من با رزومه خیلی خوبی رفته بودم اونجا، اونم بازیم دادن. خب برای منم سنگین اومد دیگه، اگرچه بچگی کردم. ببینم این دوربینای مدار بسترم از راه دور میتونی هک کنی؟ کار نشد نداره. میگه منو برای چی آوردین اینجا؟ اگه نمیدونی خودت؟ نه. شنیدم وقت بازداشت اصلا تعجب نکردی، منتظر بودی که بیان ببرنت. من توی زندان چیز یاد گرفتم، اونم این که وقتی پلیس با حکم اومده بازداشت کنه، اومده بازداشت کنه. بس دیگه خواهش کردن و التماس کردن این چیزه هیچ فایده ای نداره. وقتی داور فوتبالی بازیکن از زمین اخراج میکنه، آسمونم بیا زمین کارتشو پس نمیگیره. پس بهتره سرتو بندازی پایین و بری بیرون. قشنگ حرف میزنی ها، ولی حواست به این ویدیو چک نیست. نگاه کن. این تو نیستی؟ نگاه کن خوب. الان چی بوده؟ از تو جیب برداشتی؟ این شبیه منه ولی من نیستم. عزیزم
نکن دیگه فرش فروشه حتی این برگرد اگر این خالکوبی هم یادشه. مرد سالی چی کاری بود آخه تو کردی؟ چی کار باید میکردم؟ شما به جای من بچم اومده پیشم میگه بابا کلاسم آنلاینه یا گوشی یا لپتاپ برام بگیر بتونم درس بخونم، خب نتونم براش بگیرم شرمندش بشم چی کار باید بکنم؟ رفتم یه دونه گوشی دست دوم بگیرم میگه 4 میلیون. آخه من از کجا بیارم بی انصاف؟ از کجا بزنم؟ شغل چیه؟ کارگرم. اصلا نمیدونم چرا اینطور شد. تو مغازه بودم یارو حواسش پرت شد، من لپتاپو گذاشتم زیر بغلم اومدم بیرون دویدم، اصلا به هیچ چی فکر نکردم. یعنی چی؟ این چه حرفی داری میزنی؟ یعنی هر کی نداره باید بره دزدی کنه؟ الان همینجا باش ببینم چیکار میتونم برات بکنم. دست شما درد نکنه. آقا معذرت میخوام، شوهر من دوست آره. نیست. یا با گوشی یا با تبلت. حالا بیشتر گوشی به دردت میخوره یا تبلت؟ فرقی نمیکنه. یعنی الان همه دوستات گوشی دارن تو نداری؟ آره تقریبا. باش مراقب خودت باش. خدافظ. مرتضی. سلام بابا. سلام آقا جون. اینجا چیکار می‌کنی؟ هر چی بهتون زنگ زدم بر نداشتی. آره اینقدر رو سرم شلوغ بود اصلا فرصت نکردم. ببخشید. چه خبر؟ پسر خاله طیبه از بروجر زنگ زده بود. خب. دایی طاهر مرده بابا. چی؟ به من گفتم به مامان بگم من نتونستم بهش بگم. اومدم اینجا پیششون. من شک ندارم که اون کسی رفته داخل فرش فروشی و کلیدا رو برداشته همین بهرام نامجو بوده. حک کردن های دوربینم کار خودشون، ولی اون کسی که با اون پسرها و خانم سعادتمندی حرف زده یک کسی دیگه است، یک کسی که میخواسته شبیه به بهرام باشه. ولی صفر سوتی داده. آره جوری گاف داده که خودش هم حدس نمیزده. میگم آقا مرتضی تسلیت میگم آقا میدونم خیلی سخت. ممنون خدا رفتگان شما رو هم بیامرز. اتفاقا ما یه فامیلی هم داشتیم یه بنده خدا، خدا بیام آقا بله شکر. آستین چرا کثیفه؟ چیکار میکنی؟ این احتمالا اون روز که جلوی جواب فروش نزدیک بخورم زمین مالدی یه جایی شد گفتیم دو سه روز همینجور دارم با یه میرم میام. درسته نمیشه به هر روز؟ میشورم جناب سرگرد فکر کنم روغن نمیم نمیشه کارشون. مرتضی تولدت مبارک. ممنون بابا خوبی؟ بفرمایی قابل شما رو نداره. دست شما درد نکنه شرمنده گردی. حرفاشی بابا دازه مامانت میخواست چند تا دوستاتم دعوت بکنه که اینجا دور هم دیگه چی میشه میگنه قافل گیرت بکنه که بهت خوش بگذره. نشد دیگه. بهتر. چی؟ نه برای اینکه دایی مرده باشه بگم بهتر. خب منم تو این اوضاع احوال بخواد تولد بگیره منم که راضی نبودم. مامانم که میدونی حرفای منو گوش نمیده. آره مرسی بابا. بگی بخوام مزاحمت نمیشم. بخوام
ماشین چه کسی داره؟ این احتمالاً اون روز که جلوی جواب خوشو نزدیک رو بخورم زمین مالدی یه جوری. این کیه؟ یه بخور بزمارش، بزمارش. فلایی کجایی بابا؟ بیا دنبال من. هم سر گفت حکمون رو ابلاغ کردم. خیلی خوب فعلا ای که همه اینا رو صورت جلسه بکن، ولی فعلا با کسی حرفی چیزی نزن. من خودم بعدا با بازپور صحبت میکنم. چشم چشم. الان هم بریم تو، بچه ها میرسن. وای دکتر متوجه شدیم علت مرگ چی بوده؟ والا الان نمیشه با قطعیت نظری داد، ولی احتمال مسمومیت با متانول زیاده. متانول دیرگیره، اینا زیاد خوردن. معمولا توی این مواقع یه نفر زنده میمونه که زنگ میزنه اورژانس، ولی اینقدر مرگ اینا ظاهرا سریع اتفاق افتاده که اون تماس هم به اورژانس نرسیدن بگیرن. موفق باشید. تلفن مقطع. آره. دمه پی. مگه از موقعیت خارج میشی موقعیت در بیاد. به نظر شما شبکه مخفف چی میتونه باشه؟ پلنگ، پاترول، پرای، پا دمپایی ننوشته بود؟ دمپایی
یعنی جواراتو گذاشتن توی دمپایی. نمیدونم والا همینجوری دارم میگم، شاید مثل محله چیزی باشه، پاسدارانی، پدونکی، پونکی، پلنگچالی، همچیزی. بلشو شما الان سوزنت رو پر گیر کردن. البته ایده بدی هم نیست اینا. ببین همه محلهایی که اسمشون با پ شروع میشه تو همون حوالی، بگو بچه ها از رو نقشه آمارشو برای من در بیارن، سر رات من خونه پیاده بکن، این شب ناغافل اومدم بیرون نگران میشم. چشم چشم. حالا سیر بگم بهتون، این بچه پلیس فتا تماس گرفتن، گفتن این ویدیو بود که از یه سرور خارجی آپلود شده بود، این از یه شهری به اسم ماستریخت هلند از اونجا آپلود شده. بعدم بچه خودمون خبر دادن که این فرش فروشی هیچ کار خاصی نمیکنه، هیچی مشکوکی نداره، اما جواهر فروشی الویی که پو میشه میره تو پارک همجور پشت به پشت هم دیگه داره سیگار دود میکنه، یه چند تا تماسی هم داشته به خارج. حالا شما گفتی با کجا؟ باز ریخت به هلند. بدم ریخته. بله خوب اینا رو احضارشون کن ببینیم ماسه رو برشی ریخته. بله خوب. الو. سلام. خوبی شما؟ ممنون، مرسی. نه مامان یکم سردرد داشت. بله بله بله. سلام حسین. بله هستن اینجا. بله بله بابا هست. گوشی قربونتون. باشه باشه خدا بشه. گوشی بابا شما کار. الو سلام عرض میکنم، احوال شما چطوره؟ خیلی ممنونم. نه سرش درد میکرد گرفته خوابیده، حالا سویلا بیدار شد میگم خودش بهتون زنگ بزنه. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. جاوید چطوره؟ ای بابا همون سنگ‌کلیه؟ تو رو خدا بگی مراقب خودش باشه. باشه باشه من زنگ میزنم باش صحبت میکنم. خیلی ممنونم قربونتون، خدا نگهدار، خداحافظ. بگی بابا چیه؟ گفتم تنبلی ها، یه سیم کارت دیگه من عوضش بود. نه بابا اون که اصلا قضیهش یه چیز دیگه است. قضیهش یه چیز دیگه است بابا. یه چیزی بهت بگم عصبانی نمیشی؟ چرا بود عصبانی بشم؟ گوشیه بود باسم خریده بودی. خب دادمش به یکی که احتیاج داشت. چی؟ به همون دختره که اون روز دیدیمش، نمیدونم باباش دزدی کرده بود، لپتاپ دزدیده بود. خب دیدم که احتیاج داره، یعنی کلاساش آنلاین بود، منم دیگه گوشیه رو دادم بهش دیگه. خب چرا همچی کاری کردی؟ خب شما خودت همیشه میگی که وقتی یکی نیازمنده بهش کمک. آره ولی خب قرار نیست که سر خود گوشی تو بدی بره. من روزانه تو آگاهی هزار نفره میبینم که میانو میرم، راست و دروغشون هم به خودشون مربوطه، ولی قرار نیست که من برای همین هزار نفر دل بسوزونم گوشیمو بدم بره. اینجوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی میگین دختره دروغ میگفت؟ شاید نمیدونم، ولی به چشای معصومش نمیخوردش که بخواد دروغ بگه. شما از کی معصوم شناس شدی؟ خیلی کار بدی کردی ها، لاقل بود قبلش به من خبر میدادی. ببخشید. حالا خونه این دختره رو بلدی کجاست؟ نه بابا تو رو خدا این کارو شما گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. فردا با همدیگه میریم در خونه شون، میریم مؤدبانه در میزنیم، منم دورتر وای میستم، در میزنیم میگی که من گوشیمو میخوام، اگه آورد بهت پس داد که راست گفته، اگرم نه درس عبرتی برای شما میشه که دیگه همینجوری به کسی اعتماد نکنی. چشم بابا. چشم آقا مرتضی. چشم آقا. چشم. بهروز صلحی مقدم، شاهین جامعی،
اینم سوسن جانه. اینا رو میشناسین؟ نه. کیان اینا؟ اینا در رابطه با پرونده سرقت جوال فروشی شما کشته شدن. واقعا؟ چطور آخه؟ از ماستریخت هلند چه خبر؟ هلند؟ هلند چی؟ سوال منم همینه دیگه. هلند چیه؟ من راستش فقط فقط چی؟ زن رسمی من جناب سرگرد. البته خانمم خبر نداره. یعنی میدونین قوانین اون طرف یکم با این طرف فرق داره. البته ایتالیایی ها، بنده خدا مسلمان هم شده. ایناش دیگه به من مربوطی نیست. یه ویدیو تو فضای مجازی پخش شده که به درد تو میخوره. کار اون خانم خارجیته. ویدیو؟ بله ویدیو. کدوم ویدیو؟ اینا. ای این که دوزه داره از اون طرف میره، پس کار زبیهی نبوده؟ یعنی میخوای بگی که این ویدیو رو ندیدی؟ نه به جان بچم. خب من برای چی باید این ویدیو رو دیده باشم؟ اصلا بفرمایی نگاه کنین این صحبتهای من با پاولتاست. خب اینو که باید بدیم برای ترجمه. یعنی شما میخواییم بگین که این ویدیو رو برای خانمت نفرستادی که اونجا منتشر بکنه؟ من برای چی باید همچی کاری بکنم؟ مدرک دیگه، میتونی به کارشناسای گیر بیمه نشون بدی. بله خب اینم هست، ولی آخه من اگه همچین ویدیویی دستم بود چرا باید بفرستم هلند؟ اصلا من نمیفهمم جناب سرگرد. دقیقا منم نمیفهمم. یه توضیح چیزی بده که بفهمم دیگه. در چه موردی؟ در مورد پی. پی؟ پی چیه؟ پاولتا. روش میگیریم بدیم پلیس فتا تمام مکالمات شما این خانم پاولتا در میارم. خواهی تقصیری بو باشه، برای شما دوربینا رو از کار انداخته باشه. دشمنی دیگه. اول میخواسته ببینه که میتونه این زبیه رو گیر بندازه. دیده نه نقشش نگرفته، ویدیو رو پخش کرده. خوی پسر رو پس باید چه باشم کاری کرده؟ خوی سوالیه که منم بخوام از بهرام بپرسم. اینی میشنسی؟ نمیشنسم. اسماعیل سعادتمند رئیست. رئیس من؟ نه نمیشنسمش. پی چیه؟ چی؟ پی، دم پی چیه؟ نمیدونم. آن پی نگار بهتون گفت؟ آره خودش گفت. گفت تو در جریان این دم پی هستی. حالا قضیه چیه؟ چیزی نیست، اسم یه ویلای تو رودک. ویلا اسم داره؟ نه همینجوری بهش میگن، نمیدونم چرا. آقا من فقط دوربینا رو هک کردم، هیچ سهمی از دزدی ندارم. الانم میدونم کسایی که باشون کار میکردن تو اون ویلان. من فقط هک کردم همین. اون بهت گفت؟ نه یعنی نمیشناسمشون، نمیدونم، فقط میدونم که الان اونجا. دوربینانم رفاقتی هک کردی دیگه؟ آره. من رفقاتو نمیشناسی. آقا من قیافم شبیه احمقه هاست. نگار چه ربطی به این قضیه داره؟ هیچیش نقشی نداره، کاملا اتفاقیه. احتمالا خواسته منو فقط یاد آشنایمون بندازه، همین. آخه من نگار اولین بار همدیگه رو تو اون ویلا دیدیم، شب تولدش بود، منم با یکی از دوستام رفتم. و یعنی هیچ ربطی به نگار نداره. اون وقت شما رفاقتی دروغ هم میگی؟ یعنی چی؟ الان نمیخوایم بریم بگیرینشون؟ عجله‌ای نیستش که. هستیم. میشه ویلا، دم پی میشه کجاش؟ یعنی دم ویلا؟
یعنی چی که مثلا جوارت رو بذاره دم ویلا؟ حتما یه جای خاصی باید باشه. اصلا چی رو داره اطلاعات سوخته میده؟ یعنی از کجا فهمیدی که اطلاعاتش سوخته است؟ نمیدونم والو. حالا شما هم خیلی خودتو ناراحت نکن. میگم راستی سر زوری جواب آزمایشا رو آوردن ها؟ چه زود؟ گفتن تو مشروبو هم یه چی پیدا کردن. خب چی؟ رئیس یه جور ماده سمیه. آها بهش میگن اورپیمان، اورپیمان اسمش. ها یه هم چیزی. حالا نامش هست تو کارتابل رو میزتونه. خیلی خوب. از دایره جنایی نامه‌ای نیومده؟ نه نه. ولی فکر کنم دیگه شنبه اینا بیاد احتمالاً. جان سرگرد این چی آقا؟ کلید قربان. نه اینو میگم، این چیه؟ پی، عدد پی. اوی تهش درازه که دومشه دیگه، دوم یعنی دوم پی، نه دم پی. خب یعنی چی؟ یعنی می ویلا دوم داره؟ یعنی کل ویلا رو الان ما باید شخم بزنیم. بفهم مشغول شید. چشم سر کن. الو به صدات نم یه لحظه بسیم. الو الو داری الو صدام؟ پس چی شد گفتی بچه ها الان میرسن؟ اینکه الان جاده شید سر راست از اون پایین که ببین سب کن بذار من بذار الان مرد لوکیشن میپرسم. خیلی خوب خیلی باشه قربان. دومه پی؟ دومه؟ همونجا خوبه، اونجا نگرده. بگیم بابا تو چیزی بهش نگو، من خودم یواش یواش بهش میفهم. سلام. سلام احوال شما خوب هست؟ ممنون جناب زبی، گفتن شما وثیقه گذاشتید. اون تو قش گذشت؟ نذاشت که جای من خالی بمونه. ای بابا نگار خوبی؟ مرسی. تو خوبی؟ بعدی نیستم. مادرم چطوره؟ ببخش تو رو خدا، اون روز زحمت افتادی و یه مجبور شدم بهت بگم بیای. الان خانم عافیتی پیششونه؟ نگار چیزی شده؟ نگار چی شده؟ آقای زبی؟ بهرام جان بابا اما آخرت باشه. چی؟ جناب سرگرد
اینجا به نظرتون یه جور نی؟ نگاه انگو چیدنش اینجا را این چیه؟ این که خوبیه ای قفلیه اینی که خودم هم دارم میرین بایست بینم این کلیده بهش میخوره چی توش نی؟ خوبه منم دنبال همینم یه روز بعد از اون متاسفانه ایست قلبی کردم الان کجاست؟ صبح خاکش کردیم چطور یه دفعه ای؟ این همه عجله برای چی؟ چرا نذاشتی من بیام؟ فکر نمی کردیم به این زودی آزادت کنم ای وای بابا یه جا نگه می داریم من چند تا بطراب بگیرم شما چیز دیگه ای نمی خواهی؟ نه بابا جا سلام سه تا آب معدنی می دیم چقدر می شه؟ 6 تومن بهرام بابا چی گفتی بهش؟ بچه دیوانه است تو چرا شلوغش میکنه حالا؟ من شلوغش برامو داره باید من میزنه الان دیگه وقتشه چی شد بابا؟ یه خبتی کردیم بهش گفتیم که تو این قضیه دوزی تو نقش بشی یه به تیریج قباش برخورد ول کرد چرا با این حالش همچین چیز رو ازش پرسیدی؟ اصلا مگه نگفتن دوزارو گرفتن؟ چه از ساده ای؟ جوارت که پیدا نشده خب به ما چه که پیدا نشده؟ ببین من باید از تو حمایت کنم هوایی تو رو داشته باشم تو انقدر به این آدم مطمئن نباش ولی الان وقتش شب اونم دنبال بهانه بود که بره الو بهرام کجا رفتی تو؟ قطع نکن یه دقیقه گوش کن تو اصلا مگه میدونی کجاست؟ الو داره میره به ایش زهرا منم برم باش یه ماماشی مرو فقط هفته شب خونه باشی که مرد منم گریم نمیگرفت چند روز قبل از مردنش رفته بود همه تابلوهاشو سوزونده بود به غیر از اون دوتایی که از بابام کشیده میدونم چرا اونا رو نسوزوند الو سلام بابا نه ما هنوز به زهرایم باشه چشم خداحافظ بهرام بلند شو بریم بهرام بله
رسیدیم. نمیتونم برم توی یه خونه تخت خالی مادرم ببینم. خواهی امشب بری خونه عموتینا؟ آره. پس من برم برای چند تا تیکه لباس بیارم که اونجا دوشم بگیری. نمیخواد. چرا بابا؟ کرکسیفی. یادم بنداز کلیداتم بهت بدم. سمت مامان باهاش صحبت بکنم. سلام زهرا خانم. سلام آقا جان. غم آخرتون باشه. کس شدم آقا جان. حالا نمیدونم چی بگم واقعا. خدا رحمتش کنه آقا تا. غریب رفت. آره واقعا. رفت. دوست داشتیم بیایم بروجر پیشتون. ولی خب شرایط رو میبینیم دیگه چه جوریه. شما مراقب خودتون باشین. همه سالمن دیگه خدا رو شکر. کسی که دیگه نگرفته. ببخشید رو صورتتون انگار یه چیزی چسبیده. این چی؟ دستماله؟ نه اون طرف. چی شد؟ زهرا جان تو رو خدا مراقب خودتون باشی. این چسب نمیدون باشه و این بر صورت چی باشه؟ یا یه چسب شیم؟ اون درسته؟ نه اون بر صورتش شکستم. فقط زهره رو حفظ کردم. من پارسالی معامله کردم. از جوری ضرر کردم. حسابی زمین خوردم. بعدش هم این قضیه بالا رفتن دلار برای من خبر نبود. برای من فاجعه بود. برای همه همینجوری بود. مگه برای بقیه فقط خبر بوده؟ مجبور شدم برم از یه نزول خوره یه پول زیادی بگیرم. شاید بتونم خودم رو سرپا کنم، رو برا کنم. ولی بدتر شد. روز به روز بدتر. قسط و سر رسید میشد. فکر کردم که توی یکی دو ماه آینده یه معجزه نشه کاملا همه چیزم رو دست میدم. این بود که فکر کردی یه نفر دیگه رو بزنی زمین. این منظور سعادته که اون حقش بود. چون کینه ای که از اون دارم حالا حالا از دارم میکنه. قول میدم به زودی 30% میره بالا. ببین که بهت گفت من فروشنده بقیهش که نیستم. رفتم ویلا پیشش دیدم که سری وسایل کم شده. فکر کردم کار زنمه. بعد دیدم نه کار این بهروزه. رفتم ازش شکایت کردم. شکایتی که کردم انداختنش زندان. فردی فیلم فرستاد توی گوشی. چه فیلمی؟ شرف توی اتاقا من دوربین کار گذاشته بود. البته زنم بودا محرم بود با هم. اون وقت به جایی که بری دوباره از طرف شکایت بکنی شکایت قبلی تو هم پس گرفتی. خب به بیاوروش نمیارزید. می گرفتن دودمانش هم به باد می دادن آبروی حساب من می رفت.
تصویر من هم اینجا پخش میشد. رفتم شکایتم رو پس گرفتم، ایلارم زدم به نامش. مخین بهرام این وسط چی کاره بود؟ بهرام از اولش نبود، دوربینه شرایط ایجاد میکرد که من کاملا تبرئه میشدم، ولی خب من آدم ایدئالیستی هم، میخواستم با یه تیر چهار تا نشون بزنم. حاضری مثل چی بود؟ اورفئوس به خاطر نگار برگردی به دنیای مرده ها؟ حاضری دوباره خلاف کنی؟ نه به هیچ وجه. پس به ظاهر رضایت دادی ولی در اصلشی طرف رو یوردیش وسط جهنم. دو سه باری با دخترم دیده بودمش، اصلا دلم نمیخواست همچه جونوری بشه داماد من. من دخترم خیلی دوست دارم، حالا به هیچ کاری مجبورش نکردم ولی این دفعه مجبور شدم. خواستم یکی شبیه اون رو بفرستم دوزی، خب نیاز بود قیافش رو ببینم، به خاطر همین راضی شدم باهاش صحبت کنم، ولی بعد گفتم از توانایی سوء استفاده کنم، یه ذره تحریکش کردم، براش قصه گفتم که نگار ضامن چکایی من شده، یه ما دیگه هم همه چکا برگشت میکنن، نگار میره زندان. اون تو نگار این قضیه رو نمیدونه، مواد بفهمه. پس دخترتو گذاشتی وجه المعامله؟ اصلا حرف قشنگی نمیزنید. هم چکایی نکردم. از بقیه نقشت چیزی میدونست؟ این که میخواستی یه آدم رو شبیهش درست بکنی بفرستی تو صحنه سرقت؟ نه. تو کشتیش. چی؟ مادرمو تو کشتی. مزخرف بگی، این چرت و پرتا چی از خود در آوردی؟ تو من گفت اگه ردی از خودم نذارم هیچ جای این دوزی رو نمیتونم به من بچسبونم. وقتی یه نفرم تیپوتار منو فرستاده بودی وسط معرکه؟ من چه میدونم؟ اونا خودشون یه نقشه کشتا خودشون هم اجرا کردن. اونا من از کجا میشناختن؟ تو اونا رو نمیشناسی، من برای توضیح میدم. دوزی به خاطر نگار نبود، درسته؟ فقط راستشو بهم بگو، اینا پتت و جلوی دخترت میریزم رو آب. هم آره هم نه. اشارت بکن موزبی، منو تهدید نکن بچه جون، بدبختت میکنم. چه صافت شلوغش نکن، الان نگار میاد همیست به هم میریزی، آروم باش. از اونجایی که اون تصویر رو تو لپتاپ دیدی، جای اون خالکوبی رو اشتباه متوجه شدی. حال من هم چه اشتباهی بکنم؟ اشتباه رو پسره بیعقل کردم. با یه تیر میخواستی چهار تا نشون بزنی، جواهراتو بدزدی، از سعادتمند انتقام بگیری، بهرام از نگار دور بکنی، صلح مقدمم حذفش کنی. من کسی نکشتم، من فقط اون مشروبه باشم توی یخچال. زورشونم که نکردم، میتونستن نخورن. درو کیروشون خوف کرد؟ من نمیدونم، ما موقع تو بازداشت شما بودم. از کجا میدونستی کی مردن؟ کی مگه مردن؟ بلش کن آقا، بلش کن. خونه بهرام چرا ترکوندی؟ مگه ترکیده؟ یعنی خبر نداری؟ من کجا باید بدونم؟ حالش خوبه؟ خوب و خوش و سلامت، آخم نگفته. خدا شکر. اما دخترت با 75% سوختگی و احتمال مرگ الان تو بیمارستانه. نمیدونم چی بگم،
از طرفی آدم قابل ترحمی هستی، از یه طرف دیگه ندیدم کسی همجوری دستی دستی زندگیشو دخترشو با آتیش بکشه. خیلی پدر ها دیدم که به خاطر تعصب علکی دخترشونو کشتن و آدمش افتخارم کردن تازه. اما تو باید با این درد که میدونی چه کار وحشیانه در حق دخترت کردی زندگی کنی، بسوزی یا بسازی. ولی با این حال بازم به تسلیت میگم. اینجا رسیدیم که باید مثل سولی محلم آزم باشیم. اونها من کشتم. بازش که بودم تلفنی به سرایدار و باقا پایینی گفتم که نصف شب بره حفاظه رو ببنده. اونم بیخبر از همجا رفت در رو قفل کرد. خونه بهرام چی؟ از وقتی گرفتیمش آوردنش بازداشتگاه خیلی ترسیده بود. منم ترسیدم داستان درست کنه. بهرام. بله. ببین من از اینجا آزاد بشم هوا تو دارم و چند روزه کار تو راست و ریس میکنم، از اینجا میارم ات بیرون. فقط تا بهت نگفتم به کسی چیزی نگو. چجوری میخوای بهم بگی؟ نگاه رو میفرستم میشه افسر پرونده‌ات، میگم یه پیام بهت بده، یه اسم رمز پی. چی؟ پی. پی؟ آره، اگه ازت پرسیدم پی چیه راستشو بهشون بگو. مگه عاشق نگار نیستی؟ بگو عاشقشی، متحول شدی، ویلا هم لو بده، فهمیدی؟ آره. وقتی اومدم بیرون از رو کلید آپارتمانش که دست نگار بود یه دونه برای خودم ساختم. میدونستم به کارم نیم. شاید اگر اینقدر همه چیز رو درست طراحی نکرده بودم نگار وقتی وارد خونه میشد بوی گاز رو میفهمی. نه؟ کاش با یه دونه کلید میشد برگردیم چند روز پیش، فقط چند روز پیش. چقدر این دنیا بی‌رحمه. من نگارم مطمئنی بابا؟
سلام، خوبی؟ سلام. ببین من یه مشکلی برام پیش اومده، اون گوشی که اون روز بهت دادم و اگه میشه دوباره به هم برمیگردونی؟ باشه، یه لحظه صبر.